Ja, aber was? سلام به همگی، امیدوارم خوب باشین و سلامت. توی ویدیو امروز من میخوام از تجربه سفر خودم به جزیره قشم براتون بگم و جاهایی رو که حتما توی سفر به قشم باید ببینین و نکاتی رو که در موردشون باید بدونین و خیلی مهم هستن. جزیره قشم بزرگترین جزیره خلیج فارس هست که مساحتی حدود 1500 کیلومتر مربع داره و جالبه که اگه بخواین از شرق به غرب جزیره برین این فاصله حدود 130 کیلومتر هست. این جزیره تا ساحل بندرعباس 20 کیلومتر فاصله داره، پس یکی از راه‌های رسیدن به قشم راه دریایی و از بندرعباس هست که من یه ویدیو جداگونه براش دارم، لینکش رو براتون میذارم، میتونین ببینین. اما نکته مهم اینه که راه دریایی از بندرعباس به قشم بسیار طولانی و خسته کننده است. شما حدود 30 دقیقه از فرودگاه بندرعباس تا اسکله شهید حقانی راه دارین و از اونجا هم تا کشتی پر بشه و حرکت بکنه حدود 1 ساعت حداقل راه دارین تا به قشم برسین و از اسکله شهید زاکری قشم هم تا اقامتگاهتون احتمالا یه چیزی حدود 30 دقیقه الا 1 ساعت راه دارین. پس این نکات رو حتما مد نظر داشته باشین. اما اگر راه هوایی رو انتخاب بکنین که خب خیلی سریع هست و با هواپیما توی جزیره قشم فرود میایین. روستای تاریخی لافت که به نظر من یکی از دیدنی های مهم جزیره قشم هست، هم بافت خیلی جذابی داره و هم اینکه غروب خیلی زیبایی داره و با داشتن اقامتگاه های یونیک و جذاب میتونه انتخاب خیلی خوبی برای اقامت شما باشه. من یه ویدیو جداگونه از اقامتگاهمون توی بندر لافت دارم، لینکش رو براتون میذارم، میتونید ببینید. و اینجا با اینکه رستورانای خیلی معروفی نداره و به نظر من این یکی از بدیهای این منطقه هست، اما قطعا محلیان نمیذارن شما گرسنه بمونین. من اینجا یه ساندویچ دونر خیلی خوشمزه و یه سمبوسه بسیار خوشمزه و لذیذ خوردم. و یکی دیگه از جذابیت‌های مهم قشم به نظر من غیر از غذاهاش، دیدن گله شترها توی مسیر هست که من خیلی خیلی دوستشون داشتم. این شتر خیلی چقدر خوشگله. و راننده مهربونمون علی آقا به محض اینکه شتورا رو میدید نگه میداشت تا ما ببینیم و عکس فیلم بگیریم ازشون. جنگل‌های حرا قشم یکی از جاذبه‌های خاص ایران هست و یکی از عجایب هفتگانه قشم هم هست و اونقدر جذابه که بهش عنوان طلای سبز قشم رو دادن و به نظر من خیلی طبیعت بکری داره و وسعتش حدود 9000 هکتار هست و اینجوریه که شما وقتی میتونید از اینجا دیدن کنین که آب بالا اومده باشه. و بهترین زمان برای بازدید از اینجا سر ظهر هست. هم میتونین به شکل خصوصی قایق کرایه کنین،
و بریم به جنگل های حرا و هم به شکل گروهی. من به شدت بهتون پیشنهاد میکنم که حتما اینجا رو ببینین به خاطر اینکه عکسای خیلی قشنگ و زیبایی میتونین تو این لوکیشن از خودتون بگیرین. خب میرسیم به جزیره هنگام که دلیل اصلی سفر من به قشم بود و به نظر من حداقل هر کسی یک بار باید اینجا بیاد و اینجا رو ببینه. هنگام در جنوب جزیره قشم قرار داره و وسعتش حدود 50 کیلومتر مربع هست. از اسکله کندالو قشم تا جزیره هنگام حدود 10 دقیقه با قایق موتوری راه هست. خیلی اینجا ساحل تمیز و زیبایی داره که شما میتونید با کمک محلی ها یه جای خیلی خلوت و آروم رو پیدا بکنید و اختصاصی شنا کنید و به نظر من دلیل کافی هستش برای رفتن به اینجا. اما جزیره هنگام کلی جاهای دیدنی دیگه هم داره که برای دیدن درست حسابی این لوکیشن ها به نظر من باید حداقل 2 الی 3 روز وقت بذارین و خیلی ها هستن که کلن فقط از همون ابتدا که به قشم میرسن میان جزیره هنگام، اقامتگاهشون رو هم توی جزیره هنگام انتخاب میکنن و کل مدت اقامتشون توی هنگام میمونن. و من خودم اگه بخوام برای بار دوم به جزیره قشم برم حتما این کار رو خواهم کرد به خاطر اینکه خب خیلی از لوکیشن های معروف و جذاب جزیره هنگام رو من فرصت نکردم که برم و ببینم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه و خیلی خوشحال میشم نظراتتون رو بشنوم و اگر که تا حالا به قشم سفر کردین خیلی خوشحال میشم که برام کامنت بذارین و نظرتون رو راجع به لوکیشنایی که من معرفی کردم توی این ویدیو به هم بگین.